اعدام 7 نفر دیگر در کرمانشاه، ابراز نگرانی کمیته ویژه سازمان ملل متحد در مورد افزایش اعدام ها در ایران. حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در حاشیه کنفرانس داووس در ژنو با نمایندگان شرکت های نفتی دیدار می کند. در کنفرانس سوریه ژنو 2 همچنان به نتیجه دست نیافتند، اما این کنفرانس ادامه دارد. مرگ جوان دست فروش در ایران، تأکیدی دوباره بر بی آینده بودن جوانان ایرانی در جمهوری اسلامی و پیامدهای لغو بخش بزرگی از تحریم ها علیه برنامه جمهوری اسلامی، برنامه اتمی جمهوری اسلامی. جمشید چلنگی هستم، در تفسیر خبر با شما عزیزان خواهم بود در ساعت پیش رو. گفتگو خواهیم کرد با میهمانان برنامه، بررسی خواهیم کرد مهمترین خبرهای ایران و مربوط به ایران را در عرصه منطقه‌ای و بین المللی. با من و شما هستند در استودیو لندن آقای ناصر محمدی روزنامه نگار و در استکهلم سوئد آقای حسن اعتمادی تحلیلگر سیاسی. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظات دیگر. سلام به شما آقای ناصر محمدی عزیز. درود بر شما جناب چلنگی و جناب اعتمادی و همچنین شنوندگان و بینندگان شبکه ایران فردا، به ویژه هموطنانمون در ایران. آقای محمدی، از داخل آغاز کنیم. مرگ یک جوان دست فروش، مترو تهران بیانیه داده، اطلاعیه داده که اخبار درست نبوده، این جوان دست فروش نبوده، مزاحمتی براش ایجاد نشده بوده و این خلاف واقع بوده که در اثر مزاحمت دست به خودکشی زده. چه مزاحمتی ایجاد شده چه نشده؟ بساط این جوان دست فروش حدود به دلار که تبدیل میشه در حدود 3 دلاره. یک جوان ایرانی به هر دلیلی دست به خودکشی میزنه، بر بساطش 3 دلار بیشتر نیست، آن سوتر میلیاردها دلار از سفره و جیب همین جوان ایرانی، از آینده همین جوان ایرانی به بانک‌های مختلف از جمله این بانک‌های سوئیس منتقل میشه. قضیه چی هست؟ قضیه این هست که آیا فقط مزاحمت براش ایجاد شده یا خیر؟ اصل قضیه کجاست؟ والا جناب چلنگی، واقعا قضیه این جوان واقعا دستفروش هم قصه دردناکیست، مانند دیگر قصه هایی که این روزا در ایران اتفاق میفته، دیگر حوادثی که اتفاق میفته. از هر دو سرش که آدم نگاه میکنه، از یک طرف میبینیم که میلیاردها دلار رو آقای بابک زنجانی اونجور غرما میکنه و اونجور میبره میدزده، از یه طرف یه مداح تیراندازی میکنه در خیابان به یه زن و شوهر، و بعد در مورد این جوان قصه های گوناگونی گفتن، متناقضی گفتن. اونایی که طرفدار حکومت هستن گفتن ایشون حالت روانی داشته، بیماری روانی داشته، خودشو خواسته بکشه. اصلا چنین چیزی نبوده. تمام سرمایه این، حالا شما به دلار حساب کردید، واقعا 3-4 دلار بیشتر نبوده که داشته جنس میفروخته، بادکنک بفروشه، نمیدونم چیزهای دیگه بفروشه. در مترو و مامورین انتظامی میگویند به ما دستور دادن که جمع‌آوری کنیم، جلوگیری کنیم از مزاحمت ها. رفتن مزاحمش شدن، التماس کرده که آقا من همه سرمایه‌ام همینه، چیز دیگری ندارم و کار خلافی هم نمی کنم. نهایتا ناگزیر شده است، دست به خود و حتی گفته به مامورین که آقا من خودم رو میکشم اگر این سرمایه رو از من بگیرید، که این کار رو میکنن و متاسفانه ایشون خودش رو میندازه به جلوی قطار و
در میگذرد و از این حوادث جناب چلنگی، خب بعضیاش هست که رسانه ای میشه مانند همین مسئله. ما یادمون نرفته که دو هفته پیش وزیر اطلاعات گفت بسیاری از مفاسد، یعنی به طور کلی مفاسد اقتصادی رو اصلا نباید رسانه ای بکنیم، یعنی اگر دزدیدن، بردن، خوردن اصلا رسانه ای نباید بشه. با اینکه مرکزی جناب چلنگی همین دیروز، همین چهارشنبه اعلام کرده است که 173 نفر 23 هزار میلیارد دلار 23 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار هستند و نمیدهند و یا نمیخواهند بدهند، زورمون هم بهشون نمیرسه. و بعد روزنامه قانون مینویسد اینها تازه کسانی هستند که زیر 100 میلیارد وام گرفتند و اونایی که بالای 100 میلیارد و بالای 1000 میلیارد گرفتن اصلا اسمشون نیومد. شما ببینید از یک طرف میلیارد میلیارد 1000 میلیارد 100 میلیارد تومان میدهند به کسانی که نمیتوانند پس بگیرن، از یک طرف یک سرمایه پسر جوانی رو که دست فروشی میکنه برای خانوادهش، برای تامین زندگی، این رو میان به حالتی میندازن که خودکشی بکنه. و بعد رئیس بانک مرکزی، این جمله رو بگم تموم کنم، رئیس بانک مرکزی میگوید که ما برای این که بتوانیم این مسئله رو حل کنیم سه راه بیشتر نداریم، یا تقسیط 5 ساله، یا استمهال 6 ماهه، یا بخشش، عرض به خدمت شما، وجه التزام تادیه دین. یعنی یه جایزه هم دارن بهشون میدن. متاسفانه در کشور از این اتفاقا داره میفته و تازه عرض کردم این اوناییست که رسانه‌ای شده است. وای به حال اونایی که هنوز معلوم نیست که چه اتفاقاتی در تهران و دیگر شهرها میفته. حجم وام هایی که بانک مرکزی اعلام کرده بیشتر از مبلغ پولی است که ایران قراره در پیامد لغو تحریم ها پولای بلوکه شده نفت ایران تحویل بگیره. یعنی از درآمدهای نفتی بخش بزرگیش هم بیشتر است. ببینید یک نکته هستش در تهران، باز همین چند روز پیش می‌بینیم دو بانوی ایرانی در پی آتش سوزی، تصویر رو حتما میبینیم، جان خودشون از دست دادن. مسئله آتش نشانی کافی نبوده. بعد یکی از مسئولان جمهوری اسلامی هم گفته خب مشیت الهی بود. در حال نردبان نبود، ماشینای آپاش درست کار نمیکرد، مامورای آتش نشانی هیچ اقدام اساسی نکردن. اما میبینیم برای پایین آوردن یک دیش کماندوهای بسیج و سپاه و هر چی که هست و روحانیت مبارز و روحانیت غیر مبارز از دیوارها بالا میرن با نقاب و کبکبه و دبدبه. باز تصویرها رو میبینیم. اما برای نجات جان آدمیان، ایرانیان، بانوان ایرانی، نردبان آتش نشانی پای تخت به قول علما قدرت منطقه‌ای نمیرسه. این یک نکته. متاسفانه همین موضوع آقای حسن اعتمادی، ضمن عرض سلام به شما، قضیه چی هست؟ چرا چنین آقای حسن اعتمادی عزیز به ما خواهید گفت؟ جناب جنف چلنگی و جناب ناصر محمدی، خدمت شما سلام عرض می کنم و همکارانتون و بینندگان برنامه شما. خب واقعیت این هستش که بر اساس اون چیزی که سران حکومت اسلامی میگن، در جامعه ما در هیچ عرصه امنیت وجود نداره. این عدم امنیت یک بخشیش هم طبیعتاً یا بخش اصلی اون مشکلاتش سرچکن میشه بر روی اقشار و طبقات اجتماعی که از امکانات کمتری برخوردار هستن. مسئله مرگ کارگران ایرانی در طی سالهای اخیر در محل کار یک پدیده نوظهوری نیست. شما در همین سایت‌های خبری که در اختیار بخش‌های مختلف یا جناح‌های مختلف حکومتی است، اگر به سایت ایلناب به طور مرتب توجه کنید، می‌بینید که به طور روزانه از این نوع سوانح برای کارگران زن و مرد ایرانی در هنگام کار اتفاق می‌افتد. در طی همین چند روز اخیر 4 کارگر به اصطلاح صنعتی ایران در محل کار خودشون در هنگام دوشکاری جان خودشون رو از دست دادن. طبق آماری که همین دیروز اعلام شد، به طور روزانه 5 کارگر ایرانی در هنگام کار به خاطر نداشتن
وسایل ایمنی جان خودشون رو از دست میدن. یعنی به طور متوسط طبق آمار خودشون در ماه 150 کارگر در زمان کار و در هنگام کار جان خودشون رو از دست میدن. اینها همه ناشی از این میشه که حکومت اسلامی ایران هیچ گونه تسهیلاتی برای مسائل ایمنی کارگرانی که به عنوان تولید کنندگان اون جامعه هستند در نظر گرفته نمیشه که هیچ، بلکه به خاطر عدم امنیت شغلی و مالی بسیاری از اونها در شرایط بسیار اسفناکی از لحاظ اقتصادی به سر میبرن. بی‌ربط نیست همین مسئله خودکشی این جوان دست فروش در مترو که جناب محمدی بهش اشاره کردن. حالا شما هم اشاره کردید که مقامات مسئول ایشون رو فرد روانی و یا اینکه دچار مشکلات روحی معرفی کردن، در صورتی که خب ما میبینیم همین مراکز به اصطلاح دولتی، وزیر بهداشت اعلام میکنه که در ایران ما 4 میلیون شهروند داریم که نه در ایران، در تهران 4 میلیون شهروند داریم که دچار مشکلات روحی روانی هستند. بنابراین هر عنصری که مبتلا به مشکلات روانی روحی هست الزاما دست به خودکشی نمیزنه. مشکلات روانی بر اثر شرایط سخت زندگی است، ولی انسان همیشه امیدواره و تلاش میکنه که برای امرار معاش خودش، برای حفظ زندگی خودش کار بکنه و کوشش بکنه. این چه بیمار روانی است که با توجه به مشکلاتی که داره با سرمایه اندک خودش به مترو، به ایستگاه‌های مترو مراجعه میکنه تا اینکه بتونه از این طریق درآمدی برای خودش و احیانا خانوادش به دست بیاره. و طبیعتا همونطور که آقای محمدی هم اشاره کردن، واقعیت بر اینه که فشار و سرکوب ماموران کنترل در مترو تهران باعث این واکنش میشه و این جوان در نتیجه دست به خودکشی میزنه. اگر بخوایم نتیجه گیری بکنیم، به هر حال مجموعه شرایط ناامنی و بدی وضعیت اقتصادی در کشور بسیار بسیار عامل موثری هستند در به وجود آوردن این وضعیت. صحبت از امید شد، آقای اعتمادی اشاره کردن، ببینید در سالگرد انقلاب اسلامی هستیم، خیلی امیدها از طرف آقای خمینی از نونفلوشات و زیر درخت سیب به مردم داده شد، پول نفت به در خونه ها خواهد آمد، چه و چه و چه، اصطلاح خود ایشون. آیا همین بود امیدهایی که داده شد؟ سرانجام این انقلاب رو شما چطور عجب می‌کنید؟ اعدام‌ها در کرمانشاه 7 نفر دیگه اعدام شدن، تعداد اعدام‌ها در همین مدت ریاست جمهوری آقای حجت الاسلام حسن روحانی می‌بینیم افزایش پیدا کرده. آیا اداره یک مملکت عبارت است از لبخند زدن و گشاده رویی در برابر خارجیان، اونایی که تا دیروز مورد حمله قرار می‌گرفتن، و سرکوب داخل؟ حضورتون عرض کنم، بله حضورتون عرض کنم، ببینید از این وعده ها و از این امید ها خب زیاد دادن در مقطع انقلاب اسلامی، ضمن اینکه این مسئله هم گفتن که اقتصاد مال حیوانات است، اصلا مال انسان نیست، ولی در عین حال این وعده ها رو دادن که زندگی مرفهی فراهم خواهد شد، در عین حالی که بحث از مسائل سیاسی بود ولی میگفتن زندگی مرفهی فراهم خواهد شد، ضمن این که تا حد نسبی زندگی مرفه مردم ایران داشتن. اما آنچه که دولت تدبیر و امید تا حالا در واقع انجام داده است، نمیتوان کتمان کرد که یک مملکت ورشکسته رو به هر حال تحویل گرفت از آقای احمدی نژاد، در این تردیدی نیست، ولی میدانیم که حتی در پرداخت یارانه ها ناتوان مانده دولت، حالا میخواهند سبد کالا ببرند بدهند، یعنی یک چیزی که ببرند سبد کالا رو به منازل بدن به مردم بدن که معلوم نیست چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. همونجوری که در اول برنامه اشاره فرمودید، فقط یک قلم دزدی هایی که شده به اندازه تمام اون پولی است که اگر درست اجرا بکنن، در 8 قسط پرداخت بکنن، 4.2 میلیارد یورو تازه می شود یکی از ارقام دزدی ها. ولی اینها هیچ کدوم باعث نشده که برای مردم رفاه و آسایش فراهم بشه،
در بخش قبلی صحبت میکردیم، از جوان دستفروشی که برای تأمین معاشش داره دستفروشی میکنه در حد بسیار اندک، یا دو خانمی که در یک کارگاه کار میکردن رفتن اون بالا بتونن حساب کتابشون تسویه کنن، حالا ضمن این که ماشین اول نردبان نداشته، ماشین دوم وقتی که آب میپاشن روی این خانم میپاشن که این خب لیز میخوره و دومی هم میفته و کشته میشه. الان وضعیت به یه همچین حالتی در آمده. آقای روحانی هم ببینید در داخل خب بله وعده داده است که فضای امنیتی رو ور میدارم، ولی کدام فضای امنیتی برداشته شده؟ مداح اهل بیت تیر میکشه، هفت تیر میکشه، تیر اندازی میکنه، اصلا کسی جرأت نمیکنه بهش چیزی بگه. فرداش اون آقای شاکی میاد از ترسش اعلام رضایت میکنه، شکایتش رو پس میگیره. این چه امنیتی است؟ از طرف دیگر میبینیم که خب ادامه همین جوری ادامه داره. خب پس چی رو میخواد بگیره جلوش آقای روحانی؟ آیا واقعا وعده یعنی 4 ماه گذشته رو یادتون نمیاد؟ آخه 4 ماه پیش این حرف رو زدن. آخه یه بعد وقتی که حرف میزنی میگن نه این آخه دولته، اونم قوه قضاییه است، این بنده خدا که کاری نمیتونه. خب اگه کاری نمیتونسته بکنه چرا وعده شو داده؟ ضمن این که همه این من اصلا باور ندارم که این دولت است، اون قوه قضاییه است، اون قوه مقننه است، همشون یه دست دارن، همشون حکومتن. خب اگر قرار است آقای محمدی شما میگید آقای روحانی کشوری رو تحویل گرفت، انگار بله. که ایشون خارج از نظام بود و اومد تحویل گرفت. اگر منظورم پس نه منظورم از صحیح بوده در وضعیتی که تا بله. پیش از ایشون به وجود اومده. درسته. نه منظورم از دولت آقای احمدی نژاد بود که به هر حال باعث شد این تحریم ها برقرار بشه، باعث شد این وضعیت که رژیم جمهوری اسلامی علنا عقب نشینی بکنه، تعارف هم نداره در توافق ژنو، عقب نشینی کردن و هنوز هم که هنوز نمایندگان مجلس بحث دارن روش، حالا وارد اون نمیشم. اما کلا این که من چون دولتم نمیتوانم جلوی ادامه رو بگیرم، پس چی؟ فقط باید برین تو خوزستان؟ همین دو همین هفته پیش رفتن خوزستان وعده دادند. و جالب استش که باز هم میبینیم که برادران اهوازیمون، برادران عربمون باز در معرض اعدام هستن. و واقعا شرم‌آور جناب چلنگی، در عرض 4 ماه خورده 140 نفر اعدام شدند و این باور کردنی نیست. و این من فکر نمی کنم با برنامه تدبیر و امیدی که آقای روحانی اعلام کرده بودن هیچ گونه تطابقی داشته باشه. جناب چلنگی، همینطور در کردستان چند تن از شهروندان کرد ایرانی محکوم به اعدام هستند. در این روزها نامه رنجنامه مادر ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویس منتشر شده که در این رنجنامه مادری داغ دیده اون عدالتی که آیت الله خمینی وعده میداد نمونه بسیار روشنش از جمله نامه رنجنامه مادر ستار بهشتی است، کارگر وبلاگ نویسی که زیر شکنجه کشته شد. اونها که به هر حال روحانیون ملایان شیعه سالیان سال قرنها نان روایات و قرآن رو خوردند، رحما بینهم و اشداء مع الکفار رو دستاویز خودشون قرار دادن، اما میبینیم که بر داخل چه میگذرد و شروع سیاست خارجی چگونه است. این سیاست خارجی که آغاز شده، این سیاست خارجی آقای حسن روحانی تا چند ببخشید خیلی عذر میخوام آقای اعتمادی عزیز با پوزش، آقای اعتمادی، این سیاست خارجی تا چند اندازه ناشی از نیازهای رژیم برای ماندگاری، تا چه اندازه ناشی از آگاهی و اشراف رژیم هست بر اینکه نیازهای ملی روزافزونه و باید چاره بیندیشه برای مردم، یعنی دلنگران مردم هست، یا مجموعه از هر دو؟ شما بفرمایید آقای اعتمادی هست. بله، ببینید در رابطه با سیاست خارجی رژیم ایران ما میتونیم به دو تا همین واقعه و یا دو اجلاسی که در همین روزهای اخیر اتفاق افتاده در رابطه با اجلاس ژنو مربوط به بحران سوریه و همینطور اجلاس داووس که در
زمینه مسائل اقتصاد جهانی بررسی های صورت میگیره. در همین دو اجلاس موضع‌گیری هایی که مقامات حکومت اسلامی ایران دارن نشون دهنده اینه که سیاست های بین المللی رژیم به هیچ وجه سیاست های روشنی نیست و یا لااقل میتونیم بگیم بر اساس قوانین و عرف سیاست بین المللی به هیچ عنوان خانایی نداره. وقتی که آقای بان کی‌مون در فاصله 48 ساعت تصمیم میگیره که نماینده ایران رو در اجلاس مربوط به بحران سوریه راه نده و جلوی اونها رو بگیره، خود این نشون دهنده این هستش که جهانیان نسبت به سیاست‌های خارجی حکومت اسلامی ایران به هیچ عنوان اطمینان ندارن و اون رو قبول ندارن، به خاطر اینکه این سیاست‌ها همواره در جهت ایجاد تشنج و بحران حداقل در منطقه خاورمیانه نقش بازی کرده و این مسئله باعث ناامنی منطقه شده و باعث ناامنی حتی جهانی شده است و جهان نسبت به این دو سیاست‌ها ابراز نگرانی کرده. اگرچه آقای روحانی و وزیر امور خارجه ایشون آقای ظریف کوشش میکنن با لبخندهای خودشون و با چهره آرام در جلسات بین المللی حضور پیدا بکنن و با بیان مطالب کلی با این تصور که احیانا بتونن افکار عمومی و مقامات بین المللی و جهانی رو تحت تأثیر خودشون قرار بدن و اونا رو وادار به تجدید نظر بکنن در رابطه با مسائل ایران، اما این مسائل و این کلیگویی ها به هیچ وقت اثر خودش رو نمیتونه بگذاره. امروز جهان به این نتیجه رسیده که مسئله، به طور مثال عرض میکنم، که مسئله سوریه میبایستی از طریق مذاکره حل بشه، اما نقش حکومت اسلامی ایران و متحدین حکومت اسلامی ایران مانند روسیه در رابطه با همین موضوع مانع پیشرفت چنین امری میشه. دلیلش هم روشنه که هر دوی اینها، هم روسیه و هم دولت آقای روحانی، اصرار دارن که آقای بشار اسد بر سر کار باقی بمونه. بنابراین همین یک نمونه به عنوان یکی از سیاست‌های خارجی حکومت اسلامی ایران چگونه میتونه ایجاد اطمینان بکنه در نزد جهانیان؟ اگر قرار وضع اقتصادی و سیاسی در جامعه ما رو به ثبات و امنیت داره، دولت آقای روحانی باید بدونه با لبخند و با کلیگویی کردن نمیتونه جامعه جهانی رو فریب بده. میبایست در عمل نشون بده که منطبق با سیاست‌های بین‌المللی عمل میکنه، باید نشون بده که به واقع طرفدار صلح، از تشنج و جنگ اجتناب میکنه که متاسفانه در عمل میبینیم این چنین نیست. اما نکته که درباره سازمان ملل اشاره کرده داری اعتمادی عزیز این که آقای بان کی‌مون در حقیقت دعوت اولیه رو به عمل آورد و بعد به بهانه اینکه جمهوری اسلامی تصمیمات ژنو یک رو به رسمیت نگرفت، ناچار شد زیر فشار اپوزیسیون ملی سوریه که گفتن شرکت جمهوری اسلامی اگر باشه ما پس خواهیم کشید، ناچار شد دعوت خودش رو پس بگیره. کاملا همینطوره. بله کاملا همینطوره. بله. اما اگر چنینه، چنین سیاستی رو داره جمهوری اسلامی که آقای اعتمادی اشاره کرد، آقای ناصر عزیز، آقای محمدی گرامی، اگر چنین هست چرا میبینیم اینجا در واشنگتن آقای جان کری و بقیه یک رویه مماشات رو پیش گرفتن؟ حتی آقای جان کری هنوزم اشاره میکنه که هنوزم دیر نیست برای شرکت جمهوری اسلامی در کنفرانس ژنو. البته اشارهشون هم به این هست که نتایج کنفرانس پیشین رو باید بپذیرن. بله دقیقا. ببینید آقای جان کری یا دیگر مقامات ایالات متحده وقتی میگویند، آقای جان کری گفته است که هنوز هم جمهوری اسلامی میتواند در هفته ها و ماه های آینده به هر حال نقش ایفا بکند، اما به شرط اینکه ژنو یک رو بپذیرد. در این ماجرای دعوت جناب چالنگی، واقعا شما اشاره کردید به سیاست خارجی رژیم جمهوری اسلامی، در این ماجرای دعوت از جمهوری اسلامی یه نکته جالبی اتفاق افتاد. آقای بان کی‌مون میگوید من با آقای ظریف گفتگو کردم و پذیرفتند ژنو یک رو و بعد دعوت کردم. آقای ظریف رفت در تهران گفت نخیر ما نپذیرفتیم.
درست همون کاری که آقای روحانی کرد در مورد توافق هسته‌ای، در مورد توافق هسته‌ای ضمن عقب نشینی کامل از سر ضعف قبول کردن که 20% رو متوقف کنن، خیلی از فعالیت‌ها رو متوقف کنن. اما آقای روحانی در خوزستان گفت نه خیر، قدرت‌ها همه در مقابل ما تسلیم شدن، که کاخ سفید واکنش نشون داد که اینا مصرف داخلی دارند. اما آقای بانکیمون دیگه نگفت مصرف داخلی دارد، اصلا دعوتنامه رو، دعوت رو اصلا لغو کرد، به خاطر اینکه حتی اگر اعتباری هم جمهوری اسلامی در توافق هسته‌ای پیدا کرده بود که میخواهد با جامعه جهانی همکاری بکنه، این نشون داد که نه، واقعا قصد همکاری نداره. در حالی که ژنو یک رو به هر حال 44 کشور تایید کردن، مخالفان تایید کردن و همه تایید کردن و به تصویب شورای امنیت رسیده، ایران که خب عضو سازمان ملل است این را قبول نداره و نمیخواهد که این ماجرا تموم بشه. ببینید جناب چلنگی، مخالفان که هشدار دادن به آقای بان کی‌مون، به واسطه این هشدار دادن که جمهوری اسلامی رو بخشی از رژیم اسد میدانن. خب هم پول میده به اسد، هم از نظر لوجستیکی کمک میکنه، هم از نظر تسلیحاتی سلاح میده و هم اساسا نیرو میفرسته به اونجا. آخه چجوری باید گفتش که این خودش بخشی از رژیم اسده که مخالفان میگوین جنایاتش قابل مقایسه با جنایات نازی هاست. خب وقتی یه همچی چیزی هست در صحنه بین المللی، این همه کشور که حضور دارن، حتی جناب چلنگی، آقای لاوروف که میگوید ایران باید شرکت بکند غیر و ذالک، همش این حرف رو تکرار میکنه، باز هم ژنو یک رو قبول کرده، باز میگوید بر اساس دولت انتقالی، ولی تهران نمیخواد یه همچه کاری رو بکنه. بله، علتش هم اینه که هر دو طرف، اشاره شما دقیق هست، آقای ولید المعلم وزیر خارجه بشار الاسد قبل از ورود به ژنو برای چندمین بار تأکید کرده بود که خط قرمز ما بشار الاسد است، یعنی باید در حکومت بمونه، و این نکته است که تهران هم تأکید کرده. دقیقاً تهران هم تأکید کرده، نه تنها این، بلکه حتی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایشون در مصاحبه‌ای که داشته با این نشریه فرنگی گفته که نه تنها این، بلکه از چنانچه انتخاباتی هم در سوریه همین الان برگزار بشه، آقای بشار الاسد با اکثریت برنده خواهد شد. اجازه میدیم من یه جمله اضافه بکنم؟ و اون این هستش که آقای ولید المعلم در کنفرانس میگوید ما به راه خودمون آنچه که مناسب ببینیم ادامه میدهیم و انجام میدیم، بدون توجه به فریادها و موضع‌گیری‌ها و قطعنامه‌ها. یعنی همه این داستانا رو اساسا قبول ندارن. درست است که این بار آمدن شرکت بکنن، با مخالفان بنشینن، گفتگو کنن، گفتگوها هم ادامه داره، ولی در این حال ما به راه خودمون میرویم، چون این معارضین، معترضان همه خائن و مزدور خارجی هستند و تروریستن. جمهوری اسلامی هم عیناً همین موضع رو گرفته. خب وقتی یه همچین رژیمی چنین موضعی میگیرد در مقابل جامعه جهانی که همه یک حرف رو میزنن ایستادگی میکنه، من فکر نمی کنم که یک فرجی بشود که جمهوری اسلامی بتواند رابطه خودش رو با جامعه جهانی ترمیم بکنه. جناب چلنگ، اما برخلاف اون چی که آقای محمدی الان گفتن، آقای اعتمادی میبینیم که چنین نیست. جامعه جهانی، همین آقای لاوروف به هر حال بر دوستی مسکو و جمهوری اسلامی حکومت فقیه تاکید داره و تمایلاتی هم در دولت آقای اوباما رو به فزونی است که با دولت و حکومت جمهوری اسلامی ایران ارتباطاتی داشته باشه. این تمایلات و این سیاست های مسکو و واشنگتن بر چه اساسی است؟ اینکه ایران وزنه است یا نه، ایران بازار بزرگ اقتصادی است، بازاری است که فقط دست چینی هاست. الان کمون که الان هم گفت اعتراض هست که 8 میلیارد دلار جنس بنجل چینی به تازگی وارد شد. بفرمایید. من در مورد مسئله سیاست روسیه و به اصطلاح ایران در رابطه با سوریه یک نزدیکی و هماهنگی زیادی رو میبینم. درسته که آقای لاوروف میگن که ما ژنو یک رو قبول داریم
اما در واقع در عمل ایشون معتقد نیستن که بشار اسد باید کنار بره بر اساس خواست اپوزیسیون دولت آقای بشار اسد. در نتیجه به نوعی به نظر میرسه که روسا در این رابطه سیاستی رو که پیش میبرن دقیقا همون چیزیست که به نوعی خواست دولت بشار اسد و خواست جمهوری اسلامیه. اما به هر دلیل به دلیل تجربیاتی که اونها در عرصه مسائل بین المللی منظورم روساست دارن طبیعتا سعی میکنن که حضور خودشون رو در اجلاس های قبیل ژنو حفظ بکنن تا بتونن در اونجا تأثیر خودشون رو بگذارن. من هم معتقدم که بین امریکا و روسیه به طور جدی بر سر مسئله سوریه و راه حل بحران سوریه اختلاف جدی وجود داره. آقای جان کری به عنوان وزیر امور خارجه امریکا به صراحت میگن که آقای بشار اسد باید بره کنار، اما روسا میگن که مسئله سوریه رو باید به عهده خود مردم سوریه گذاشت و این مذاکرات در خود سوریه بین مخالفین بشار اسد و دولت بشار اسد باید انجام بگیره و اونها با انتخاب با برگزاری یک انتخابات بتونن سرنوشت خودشون رو تعیین بکنن و این همون چیزیست که حکومت اسلامی ایران میگن. روس‌ها و حکومت اسلامی بیشتر تکیه‌شون مبارزه با تروریسمه و همونطور که آقای محمدی هم اشاره کردن اونها منشأ این تروریسم در جریانات داخل سوریه رو کشور عربستان میشناسن، قطر و به طور تلویح کمک هایی که شاید از طریق ترکیه صورت میگیره در این رابطه و در رأس همه اونها طبیعتا امریکا و غربی ها رو. اما واقعیت این استش که امریکا و کشورهای غربی و حتی کشورهای عربی در منطقه با یک چنین موضعی موافق نیستند. در نتیجه این سیاستی نیست که به نتیجه برسه و به سادگی ما بتونیم امید داشته باشیم که بحران سوریه حل بشه. حل نشدن بحران سوریه طبیعتاً از یک طرف ممکنه اهداف سیاسی روسیه و ایران رو تامین بکنه، اما دولت آقای روحانی و حکومت اسلامی ایران باید بدونه دامن زدن به آتش درونی در داخل سوریه و منطقه دامن اونها رو هم خواهد گرفت و لااقل جهان امروز منطقه رو به عنوان یک محل ناامن ارزیابی میکنه و اون چیزی که آقای روحانی به نادرستی انتظار داره که سرمایه‌داران جهان اطمینان بکنن به دولت آقای روحانی و بیان اقتصاد برشکسته ایران رو سر و سامان ببخشن و کمک بکنن که در اونجا رونق اقتصادی به وجود بیاد، چون این چیزی در تناقض شدید و آشکار وجود داره. سرمایه‌گذاری بین‌المللی و دولت‌های غربی به هیچ عنوان به حکومت‌ها و به مناطقی که امنیت درشون وجود نداره اطمینان نمی‌کنه. بله، من اسپورتم وزیر معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی آقای حسین امیر عبداللهیان هست که با وبسایت خبری نشریه آلمانی اشپیگل گفتگو کرده، همون که گفته آقای اسد حتی اگر انتخابات باشه برنده خواهد شد و بر سر قدرت خواهد ماند. خوب. تمام ژنو داستانش همین هست که بشینن یه راهی پیدا کنن که چطور میشه مردم انتخابات آزاد در سوریه برگزار کنن. و ما یک خبر جدید که الان به دست من رسیده این هستش که این خبر رو روزنامه قانون حتی منتشر کرده، قانون در جمهوری اسلامی، این از پیامدهای انقلاب در سالگرد انقلاب اسلامی. این خبر هم شنیدنی است که کارکنان بیمارستانان داروهای بیماران که فوت میکنن در واقع برمیدارن و میرن. یک بابایی به اسم آقای محمد حاجی آقاجانی که از مسئولان این داستان هاست در جمهوری اسلامی گفته بله خب مشکلاتی هست با اینکه امن و امان هستن ولی بیرون بازار پر رونقی داره این داروها و کارکنان هم برای اینکه حقوقشون کفاف نمیده و یا هر دلیل دیگه منتظرن بیماری فوت کنه، یعنی کسی که پرستاره باید کمک کنه بیمار فوت نکنه، منتظره که فوت کنه تا داروهایی رو که داره ببره و در بازار آزاد بفروشه. اینم از اونجا میاد که بیماران در جمهوری اسلامی
35 سال بعد از خیلی پیشتر از امروز و دیروز، چند سال پیش بیماران در جمهوری اسلامی، همون بیمارستانهایی که آقای خمینی وعده داده بود مجانی خواهد شد، ناچار شدن داروها رو خودشون تامین کنن. این هم از پیامدهای انقلاب اسلام. با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای محمدی عزیز، درباره سرقت داروها از بیمارستان گفتیم چند دقیقه پیش، لغو تحریم ها یا بخشی از تحریم ها آیا باعث خواهد شد که سر و سامانی بگیره دست کم وضعیت؟ چون ده این سال همش سینه به تنور چسبوندن که آقا تحریم ها باعث شده ما دارو به بیماران نرسه و از این صحبت ها. آیا امیدی میره که این تحریم ها گامی رو برداره برای بهبود وضعیت دستکم بهداشتی بیماران و بیمارستان؟ عرض میکنم اجازه بدید یه نکته رو اشاره بکنم قبلا، و اون این هستش که حالا داروها رو، داروهای مربوط به بیماران رو در واقع میبرند و میفروشند. باید منتظر بود که اعضا و جوارحشون هم یواش یواش، کلیهشون و کبدشون و اینا رو ببرن در بازار بفروشن، اینجوری که داره جلو میره. اما به طور کلی در مورد لغو تحریم‌ها میفرمایید. ببینید جناب چلنگی، همین الان اولا که در توافقی که در ژنو انجام دادن قرار بر این است که طی 6 ماه جمهوری اسلامی اگر به تعهدات خودش عمل بکند، طی 8 قسط 4.2 میلیارد یورو پرداخت بشه که در اسکیل و در قالب و میزان مملکتی اصلا مبلغی نیست، یعنی چیزی نیست که بتواند کاری انجام بدهد. اونم هر ماه، هر یه ماه و نیم 500 میلیون دلار، 400 میلیون دلار، 450 میلیون دلار که با خرج و مخارجی که دولت داره اساساً به جایی نخواهد رسید. حالا اگه این پولا رو هم باز دوباره صرف سوریه و اینا نکنه، یعنی پول تو جیبی آقازاده هاست بیشتر این که 500 میلیون دلار که چیزی نیست. آقای من واقعاً وقتی آدم نگاه میکنه، شما میفرمایید ببینید یک عامل دست اقلا سوم مافیای اقتصادی آقای بابک زنجانی است. خب میدانیم که خودش با آقازاده ها در تماس بوده، با کسانی که تازه پدرشون یا فامیلشون یکی از مقامات ارشد دولت حکومت هستند، و بالاخره سرش میچسبه به بیت رهبری و بیت آقای هاشمی و بیت دیگران کاری نداریم. خب این دست سوم میاد چندین ده میلیارد دلار در عرض 8 سال کسب میکنه، چندین شرکت بین المللی درست میکنه با اعتباراتی از بانکی که خودش درست کرده، اون بانک رو هم باز دوباره جمهوری اسلامی وام داده که درست بکنه، یه شعبده بازی اینجوری. حالا اگه این تحریم ها رو بردارن، که البته تحریم ها بخواد برداشته بشه خیلی کار داره، الان یه بخش کوچک و اندکی رو برداشتن مربوط به بیمه ها، مربوط به مبادلات طلا و نقره و غیره که در کل اقتصاد زیاد جایگاهی نداره تا برسه به اون تحریم ها. اما ببینید دروغگویی که میکنند جالب است. همین الان بر سر خود توافق هسته‌ای بحث زیاده. آقای روحانی، آقای ظریف از روز اول آمدن گفتن نه آقا ما 20% رو اصلا ادامه میدیم، کی گفته ما متوقف میکنیم؟ اما روز 20 ژانویه عملا اعلام کردن که ما متوقف کردیم. خب نمیشود به کسانی که دائما دروغ میگویند اعتماد کرد. و حالا چه دروغ میگویند آقای محمدی؟ خب ببینین اساسا در جمهوری، بفهمید اساسا ببینین بحث، یعنی سیاست از نظر جمهوری اسلامی یعنی همین، یعنی همین که باید دروغ گفت، لبخند زد، بعد آمد کار دیگری کرد. جهانی رو نمیپذیره. خب دارن دروغ میگن. وقتی که آقای ظریف برمیگرده از ژنو میگوید نه آقا تمام حقوق هستی سر جاش، اصلا
20% کی گفته ما متوقف کنیم؟ نه طنز و فردو اینا کاراشونو میکنن، اما 20 میبینیم این اتفاق میفته. و بعد همین الان دعواست، 150 نماینده مجلس میگن ما اصلا خبر نداریم چیه، و یک نماینده میگوید رهبر معظم خواندند این قرارداد را و گفتند من فقیهم، این متن را 3 بار خواندم، چیزی از نظر تثبیت حقوق هسته‌ای ایران در آن ندیدم. خب خود رهبرم داره اینو میگه، اما در این حال بازی هم میکنه، گاهی از دولت حمایت میکنه، گاهی از اصولگراها و تندروها حمایت میکنه، که یه دعوایی هم اونجوری راه انداختن. خب آقا یک توافق با جامعه بین المللی اینقدر دنگ و فنگ نداره. این هستش که حالا اگر تو این 6 ماه بتواند آقای روحانی، دولت آقای روحانی اون تعهدات رو اجرا بکنه، بخشی از تحریم ها برداشته میشه تا برسه به تحریم های بزرگتر. الان خبر هم داریم آقای محمدی که آقای ظریف رو گروهی از نمایندگان به اصطلاح گفته میشه اصولگرا، که قاعدتا تمام اصولگرا هستن به یک معنی، یعنی من فکر میکنم آقای ظریف یا آقای محمد خاتمی با اصل ولایت فقیه مخالفت داشته باشن. نه اصولگرا هستن، بله، همون که آقای محمد خاتمی صراحتا بارها اینو تاکید کرد، یا با بلد. اصل نظام یا با اصل حکومت دینی خواستن آقای ظریف بره مجلس توضیح بده، احضارش کرد. بله. اما آقای اعتمادی، این لغو تحریم ها رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ برخلاف اون چی که آقای محمدی گفتن بسیار مشکله، بله در مورد آمریکا باید بره کنگره و جاهای دیگه تصویب بشه لغو تحریم ها، اما در مورد اروپا ظاهرا خیلی ساده تر هست. جناب چالنگی، ببینید مسئله لغو تحریم ها واقعیتش اینه که از هر سو نکات دقیقی رو دربارش نمیگن، لااقل ما به عنوان کسانی که بیطرفانه بخوایم حداقل اگر بخوایم قضاوت بکنیم، ما میبینیم برداشت های مختلف از این قراردادی که بسته شده و توافقی که صورت گرفته برای 6 ماه و 1 سال آینده از سوی هم امریکایی ها و گاهن هم حتی اتحادیه اروپا و مقامات جمهوری اسلامی ایران بیان میشه. به طور نمونه همین الان متوجه به این که اعلام شد که اتحادیه اروپا اقدام به لغو بعضی از تحریما کرده، مسئله بیمه کشتی هایی که به اصطلاح حمل و نقل نفت رو انجام میدن از سوی ایران هنوز مشخص نشده، یعنی شرکت های کشتیرانی قوانین شرکت های بیمه رو در خصوص مسئله کشتی های نفتی رو دریافت نکردن و نمیدونن که آیا تا چند اندازه لغو شده و به اصطلاح شرایط لغو جدید به چه شکلیه. بنابراین همه چیز ناروشن و نامفهومه. حتی جناب ظریف در حاشیه همین اجلاس دوبوس اعلام کرده است که قرار نیست ما چیزی رو، وقتی سوال کردن خبرنگارا ازش راجب مسئله به اصطلاح متوقف کردن فعالیت های اتمی، گفتن که ما قرار نیست چیزی رو بر بچینیم، در صورتی که خود شما میدونید و هموطنانمون اطلاع دارن که اینها اون 196 کیلو اورانیوم 20% خودشون رو نیمیشو اکسیده کردن و نیم دیگریشو در طی 6 ماه آینده دیگه باید درصدش رو پایین بیارن تا به 5% برسونن. از طرف دیگه به اصطلاح مسیر سوخت سانتریفوژها که از طریق لولای گاز صورت میگیره اینها بسته شده و عملا سانتریفوژها از کار افتادن، به یک معنا اون حق مسلمی که برای غنی‌سازی و فعالیت اتمی داشتن کلم شده و عملا متوقف شده. ولی آقای جواد ظریف در بین خبرنگاران حتی بین المللی و واقعا این شهامت میخواد که یک مقام رسمی یک کشوری ادعا بکنه که ما قرار نیست چیزی رو بر بچینیم. اگر منظور از برچیدن یعنی اینه که دستگاه سانتریفیوژ رو جمع بکنن و مراکز اتمی رو پلمب بکنن، ایشون شاید درست بگن، اما واقعیت اینه که برای توافق نهایی که در 6 ماه بعدی باید صورت بگیره در رابطه با 6 ماه بعدی، هیچ بعید نیست که قدرت‌های بین المللی از جمهوری اسلامی و حکومت ایران بخوان که سانتریفیوژاشون رو باید جمع بکنن و تحویل بدن مانند لیبی. بنابراین عملا امروز فعالیت‌های اتمی در ایران متوقفه، فقط یک بخشی
یعنی غنی‌سازی اورانیوم تا 5% رو اینا اجازه دارن، اون هم با نظارت بازرسان آژانس انرژی اتمی. در نتیجه این دروغگویی و این دوگانه‌گویی متاسفانه به ویژه از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران به شدت وجود داره و همین مسائلی که من عرض کردم خدمتتون که باعث بی‌اعتمادی جهانیان نسبت به ایران میشه، باعث ناامنی میشه و این بی‌اعتباری ها و به اصطلاح بدبینی ها طبیعتا اثرات خودش رو وضعیت اقتصادی ایران خواهد گذاشت و اوضاع اقتصادی کشور با توجه به بدهی هایی که در داخل دارن، با توجه به کمبودهای ارزی که دارن. شما میدونید جناب چالنگی، ایران سالانه بین 140 تا 150 میلیارد دلار باید به اصطلاح مبادلات ارزی داشته باشه تا بتونه همین اقتصاد وابسته خودش رو اداره بکنه. چگونه داره مگه نداره الان خودش نوعی مبادلات ارزی مگه نیست؟ 87 میلیارد یورو میره به ترکیه، برحال اونجا یک مبادلاتی انجام میگیره لابد دیگه نیست؟ برای واقعیت اینه که تمام این مبادلات هم باید از طریق بانک های بین المللی صورت بگیره و بر اساس درآمد قانونی که جمهوری اسلامی باید داشته باشه. چگونه جمهوری اسلامی ایران میتونه با صادرات 1 میلیون بشکه در بهترین حالت بعد از کنار گذاشتن بخشی از تحریم ها میتونه چنین پولی رو به دست بیاره و وارد این تجارت بین المللی خودش بشه؟ اینا تناقضاتی است که به واقع به هیچ وقت پاسخ روشنی براش وجود نداره. واقعا پاسخ روشنی وجود نداره آقای محمدی؟ واقعا در این زمینه وجود نداره. درست میگن جناب اعتمادی. خب هیچ تصویر روشنی در مقابل چشم نیست. آدم وقتی میبینه الان اشاره کردن که تو صادرات نفت به 1 میلیون بشکه رسیده، آن هم در شرایطی که شما حساب بکنید آخه خب تحریم هستش، کشورهای اروپایی نمیخرند. اینی که ما دلمونو خوش کنیم که با چند کشور کوچک اونها هم به میزان اندکی میخرند مانند هند و ترکیه و ژاپن و میخوان پولشو بدن، باز با مشکل روبرو هستن، پول میره بلوکه میشه، با این که نمیشه اقتصاد شرخون. ببینید جناب چلنگی، آقای محمدی من نوز میخوام حرفتون رو قطع میکنم، ولی یک اشکال داره این بله فرمایش شما و آقای اعتمادی. اشکال نه، یک توجه. بله، اینی که یک اقتصاد قراره بچرخه و اینقدر پول لازم داره، این یک دولتی است که خودش رو در برابر مردم موظف به جوابگویی میده. بله، حالا اگر دولتی باشه که خودشو موظف به جوابگویی ندونه، بله، یعنی اگر 10 میلیارد لازم هست، 100 میلیارد برای اینکه نونی بر سفره مردم گذاشته بشه، خیر، چون این لازم نیست. بله، تن آقای مکارم شیرازی و بقیه و اینها زنده باد. بله، مردم حالا جوان ایرانی از گرسنگی خودش رو زیر مترو میندازه و بساطش 3 دلاره مسئله نیست، احساس مسئولیتی نمی کنه. شعارهایی را بر منبر داده خواهد شد، ما به خاطر عزت خود، عزت انسانی، عزت اسلامی، اینا همش ناشی از غرب هست، فلان است، فهمان. ببینید همونجوری که نمیشه اینطوری اداره کرد مملکتو؟ نه، همونجوری که اشاره میفرمایید درسته، بخشی از جامعه پولشو داره و اصلا در میاره، حتی نفتم نباشه، از پولای امامزاده ها، از پولایی که بابت خمس و زکات و غیره میگیرن، اینا بعضیشون درسته. اما باید یک نکته رو جناب چلنگی توجه بکنیم. اگر جمهوری اسلامی آمد در ژنو توافق هسته‌ای رو پذیرفت، نه از سر این که بخواهد مشکلات مردم رو حل بکند، بنده هم معتقدم که بله، این دولت، این حکومت اساساً کاری به کار مردم نداره که بخواد رفاه ایجاد کنه. اما یه نکته هست، چه چیزی باعث شد عقب نشینی کنند؟ ترس از طغیان عمومی است. امروز ببینیم دوتا خانم کارگر خیاطخانه اینجور کشته میشن، یا جوان دستفروش اونجور کشته میشه. وقتی که از اقتصاد، از نظر اقتصادی و کارد به استخون برسه، یک طغیان عمومی دنبالش خواهد بود. این یه قانون. از کجا این رو مطمئن هستید؟ ببینید این یه قانون، یعنی از کجا مطمئن هستید حکومت ایران از ترس طغیان عمومی
برای اینکه نشونهایی از این طغیان رو کجا میبینید شما؟ ببینید، برای اینکه چیز دیگری عاملی نخواهد شد که جمهوری اسلامی برود انجام بده. نشونهاشو میفرمایید در کجا باید دید؟ شما ببینید، هفته ای نیست، دو روزی نیست که در کارخانه ها اعتصاب نشود، اعتراض نشود، آقا 9 ماه حقوق نگرفتیم، آقا 4 ماه حقوق نگرفتیم، آقا اخراجمون که خب اینها وقتی که توسعه پیدا بکنه به جایی برسه که مردم واقعا دیگه حتی توان سیر کردن شکمشون رو در سطح عمومی میبینیم که یواش یواش داره شکل میگیره، خب این قانون همیشه بوده. وقتی که به هر حال همه حکومت‌های دیکتاتوری اقلن این مسئله رو داشتن که میگفتن آقا شکم مردم رو سیر بکن بعد حالا تو سرشون بزن، ولی هم گرسنه نگهدار، هم نفسشون رو بگیر، هم اصلا حرف نزنن، در این حال گرسنه هم باشن. نه، آدم گرسنه کارت به استخونش برسه میاد، و برای اینکه هیچ انگیزه دیگری جمهوری اسلامی نداشت که برود و این شرط رو قبول بکنه و بعد از اون شرایط آسانتری که گذاشته بودن حالا بیاد باش کمال واقعا پررویی بخوام بگم بگوید بله آقا ما 20% متوقف کردیم. ای بابا، همین یه ماه پیش این وزیر آقای ظریف میگفت ما 20% کارش نمیکنیم. خب این چیز دیگری عاملش نیست به نظر من، جز این که میترسن از این که این وضعیت به بحران عمومی تبدیل بشه. خب ببینید اتفاقا نزدیک سالگرد انقلاب اول مصر هستیم، 25 ژانویه. این انقلاب اول مصر درسته که نارضایتی ها وجود داشت عمیق در بخش بزرگی از مردم مصر، اما یکی از کبریت هایی که شعله انقلاب اول رو روشن کرد و افروخت، آتش گرفتن یا آتش زدن یا خودسوزی یک جوان بود در اسکندری. اعتراضات گسترده تر و بیشتر و بعد سراسر بس. در ایران آقای محمدی اشاره میکنه نگرانی، آیا واقعا این حکومت نگران طغیان مردم هست که میبینیم در وسط روز روشن در میون تهران نردبان به وضعیت کشته شدن دو بانوی ایرانی، نردبان آتش نشانی کار نمیکنه. آتش نشانی که شهردارش آقای قالیباف هست و بقیه یکی از نامزدهای ریاست جمهوری همین نظام، ولی خب اتفاق خاصی نمیفته و اتفاقات دیگه. واقعا انگیزه کنار اومدن این حکومت چی بوده در مذاکرات اتمی؟ آقای اعتماد، من جمله آخرتون رو متوجه نشم جناب شلنگی. انگیزه کوتاه اومدن حکومت ایران در مورد برنامه اتمیش چه بوده؟ طبیعتا من معتقدم که یکی از دلایل اصلی که حکومت اسلامی ایران کوتاه اومد از فعالیت اتمیش به خاطر اینکه متوجه شدن که جامعه دچار آبستن حوادث غیر منتظره است. اجازه بدید من یک نقل قول دقیق و درست از آقای روحانی بکنم در همین اجلاس دوحه. ایشون خطاب به سرمایه‌داران بزرگ بین المللی و سیاستمداران جهان میگن که در منطقه نارضایتی و فقر تلاش کنیم. نارضایتی و فقر وجود داره و این نارضایتی و فقر باعث شورش خواهد شد. آقای روحانی غیر مستقیم داره به سرمایه‌داران و سیاستمداران غربی میگه اگر مسئله بیکاری و فقر رو در منطقه که امروز ایران هم جزئی از این منطقه است به درستی، اگر این رو از بین نبرید شورش خواهد شد و سرانجام شورش هم و نتیجه هر شورشی هم مشخص نیست که به کجا بکشه. بنابراین به نظر من آقای روحانی با آقای ظریف و آقای خامنه‌ای و تمام سران حکومت اسلامی ایران متوجه این خطر شدند. واقعیت اینه که هر اتفاق اساسی و بزرگی در هر جامعه ای میتونه بر اساس یک جرقه غیر منتظره پیش بگیره جناب آقای چالنگی عزیز. بنابراین با توجه به شرایطی که امروز در ایران حاکمه، نارضایتی عمومی و بحران اقتصادی شدید، احتمال شورش های اجتماعی و جرقه های از این دست که در اینجا و اونجای دنیا باعث بروز حوادث تاریخی شده به هیچ عنوان دور از انتظار نیست و به همین خاطری که
سران حکومت اسلامی دست به هر شعبده بازی میزنند و دست به هر نوع فریبکاری چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی میزنند تا اینکه بتونن اوضاع رو آروم نگه دارن. ولی شکم گرسنه تا یه حدی ممکنه دچار فریب و توهم بشه، ولی زمانی که به یک مرزی برسه طبیعتاً دیگه هیچ گونه حربی و هیچ گونه به صورت سیاستی نمیتونه اثرگذار باشه. آقای محمدی، حدود 2 دقیقه وقت داریم. 35 سال پیش آقای خمینی وعده های مشهوری در زیر درخت سیب در نفلوشاتو داد. ایران کجا بود؟ 35 سال بعد ایران کجاست؟ میدونم این ساعتها وقت میخواد، اما در 2 دقیقه اگر بفرمایید. ببینید چون اصلا درشت این بله. بحث مفصل، چون بحثمون در زمینه اقتصاد و روابط بین المللی بود و طبعا رفاه مردم، اقتصاد مردم، من فکر میکنم که حتی مخالفان نظام گذشته هم این رو باور داشته باشن که در نظام گذشته به هر حال رفاه اقتصادی نسبی برای همه بود، به گونه ای نبود که محتاج نان شب باشن. این رو حالا دلایلش رو اگه بخوایم یک برنامه دیگری باید توضیح بدیم. و ضمناً از نظر بین المللی میدونیم یک سیاست متوازنی رو در پیش گرفته بود، به گونه ای که هم احترامش رو داشت، هم در منطقه حتی مخالفان میگفتن آقا این ژاندارم منطقه شده، این قلدر منطقه شده. یعنی چی؟ یعنی به هر حال اقتدار داشت بدون اینکه وارد جنگی بشه یا مثلا گروه های تروریستی رو بخواد حمایت بکنه و غیره. در مورد مثلا اسرائیل و فلسطین هم میدونیم باز یک سیاستی که هر دو رو در واقع داشته باشه، به صلح هم بخواد کمک بکنه. میبینیم که وضعیتی که نظام گذشته داشت به هر حال وضعیت ثبات اقتصادی رو داشت. آنچه که مطرح میکردند در اون موقع و دنیا هم فکر میکنم درد دیگری نداشت، مسئله حقوق بشر ایران بود. آقای کارتر و دیگران و تمام کشورها در گوادلوپ اینا تنها بهانه‌ای که می‌گرفتن نقض حقوق بشره، که اساساً قابل مقایسه با این نظام نیست. بنابراین این دوتا رو با همدیگه جناب چلنگی نمی‌شود مقایسه کرد. تفاوت بسیار بسیار زیاده. لااقل از نظر اقتصادی این رو باید بگیم که مردم به هر حال در رفاه نسبی قرار داشتن. آقای اعتمادی، همین پرسش از شما داریم. 35 سال پیش ایران کجا بود؟ ایران اکنون کجا؟ عرصه اقتصادی داخلی، عرصه روابط منطقه‌ای و بین المللی در کمتر از 2 دقیقه بود. منم کم و بیش همون نکاتی که آقای محمدی بهش اشاره کردن در عرصه گوناگون معتقدم که وجود داشت. واقعیت این است که در 35 سال پیش مردم کشور ما دچار این مشکل بی اخلاقی به نوعی با پوزش از این عنوان استفاده میکنم نبودن. پرستار ایرانی 35 سال پیش داروی بیمار رو در محل بیمارستان برای اینکه بتونه کمکی به زندگی خودش بکنه بر نمی داشت و در بیمارستان اون دارو رو نمی فروخت. مردم این چنین به خاطر تهیه نان شب تن به هر رابطه ای نمی دادن و یک نوع امنیت مدنی حداقل در جامعه وجود داشت. کمبودهایی در عرصه مسائل سیاسی بود و اون رو نمیشه نادیده گرفت، اما جامعه رو به رشد بود، جامعه رو به پیشرفت بود، اعتبار بین المللی سر جای خودش بود، در سازمانهای بین المللی نمایندگان ایران اجر قرب خودشون رو داشتن. امروز جامعه ایران یک جامعه بی اعتباره، یک جامعه است که در عرصه بین المللی غیر قابل اعتماد است و از لحاظ اقتصادی بسیار متزلزل و شکننده است و شرایطی است که تحملش برای هر انسانی به سادگی میسر نیست. و یکی از پیامدهای انقلاب اسلامی این هستش که با آنچه که نشانه ها و عوامل پیشرفت های اصلا در زمینه های مخالفت کردن، آقای مکارم شیرازی از زعمای قوم، منظورم شهر قوم هست، میگه که تمام مفاسد دنیا از طریق ماهواره اینترنت و تلفن همراه به خونه ها میاد. آقای محمدی، فقط بله یا نه رو شما، چون مقدمون کمه، میشه فرمایش شما آقای اعتمادی رو در این بیت ناصر خسرو خلاصه کرد که از شاه ذی‌فقیه چنان بود رفتنم که از بیم مور به کام اشتها شدم؟
واقعا هم همین مثالی که ناصر خسرو زده است از شاه زی فقیه چنان بود رفتنم، چقدرم درست گفته. و واقعا داریم میبینیم جناب چلنگی این مسئله رو داریم به رأی العین میبینیم که حالا آقای مکارم شیرازی میاد نظریه میدهد در مورد اینترنت و در مورد غیره، در همه موارد وضع اون همینه. سپاسگزار هستیم آقای ناصر محمدی عزیز، آقای حسن اعتمادی گرامی، با سپاس بسیار از شما. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با آرزوی فردایی بهتر برای ایران و ایرانیان، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سند و سبلان، کوهساران زگرس، دناتفتان و آسماری و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد.